هنرمندای ما الان وارد شدن، وارد میدان شدن با امید، با هر حالا هر چیزی که در ذهنشون هست و حساس شدن نسبت به مسئله کشورمون. خب من سوالم اینه، دو ماه پیش هنرمندا در برابر وضعیت هوای خوزستان چی گفتن و چه کردن؟ در برابر زندانی بودن همسنف خودمون آقای مهدی رجبیان موسیقیدان در زندان چه کردیم؟ در برابر اعتصاب غذاش چی گفتیم؟ در برابر اعتصاب غذای آرش، در برابر زندانی های سیاسی که آقای روحانی 4 سال پیش اومده بود گفته بود که نه تنها حصری ها باید آزاد شن، بلکه همه زندانیان سیاسی باید آزاد شن. یک دونشون آزاد شد؟ یک دونشون. ما چه کردیم در برابر این؟ ما در برابر مطالبات صنفی خودمون چه کردیم؟ هیچی، چون هزینه داره. ولی رأی دادن هزینه نداره. خب رأی دادن هیچ هزینه‌ای نداره. میری رأی میدی، شنبه هم نتیجهش معلوم میشه، یا خوشحال میشه یا ناراحت میشه. ولی اینکه ما رأی نداریم، ما بله وقتی ما مطالبه نکنیم بشینیم مراسم افطار وزارت ارشاد هم بریم، عکس هم به وزیر بگیریم، نمیدونم فلان، خب بله هیچ نتیجه‌ای نمیگیریم و هیچ راهی هم من البته جسارت خدمت استاد محترم نمیکنم، من ارادت دارم خدمت استاد عزیزم و میشناسمشون و میدونم که این حرفایی که دارم میزنم شامل حال ایشون نیست واقعیتش، این موقع خدای نکرده سوء تفاهم خدمتشون نشه، ولی واقعیتش اینه جامعه هنری ما هم خب حالا خیلی فعالیت خاصی برای احقاق حقوق صنفی خودش نکرده. در همین 4 سال بود که کلاس‌های موسیقی فرهنگ سراها توسط آقای قالیباف و تیم آقای قالیباف تعطیل شد. خب دولت که هیچ کاری نکرد، هنرمنده چه کردن؟ یه دونه بیانیه بدینیسین، یه دونه. خب حالا یهو اینجا همه در بحث رأی همه حساس میشیم، بسیارم عالی، ولی بعدش هم لااقل مطالبهامونو بکنیم. حرف من اینه. در مورد وضعیت اصولگراها که شما پرسیدید، ببینید ما یک داستانی رو داریم به اسم دولت سیاه آقای احمدی نژاد. خب این دولت بی بندوبار و بی مبالاتی، خیلی هم به اصولگرایی ربطی نداره. من اصلا طرفدار اون گفتمان نیستم، خود کسایی که منو میشناسن میدونن. خب این بی بندوبار، این یعنی تخریبی که آقای تعریف درستی اشاره میکنن در همه حوزه ها اتفاق افتاد، خب یه جایی جلوش گرفته شد، یه جایی جلوش گرفته شد، ولی صحبت من اینه، هر جا باز میشه و بسته میشه لزوما با رأی مردم نیست. توجه میکنید؟ همونطور که گفتم قرار بود برجام به نتیجه برسه از 6 ماه قبل از اینکه آقای روحانی انتخاب بشه، تیمش رفت مذاکره شروع کرد. خب کرنش قهرمانانه انجام شد، پول اومد دست مردم، قیمت سیب زمینی اومد نمیدونم پایین، قیمت نمیدونم چی رفت بالا. با این چیزها واقعا نمیشه نگاه یک نگاه جامعی به مقوله کرد. به نظر من امیدی که پشتش هیچ استراتژی، من آرمان شعار نمیدم، من دارم حرفایی که خودشون زدن تو دوره قبلی، ادعایی که خودشون، شعارهایی که خودشون دادن، وعدهایی که خودشون دادن رو میگم. من صحبت نمی کنم که مجوز موسیقی نباید باشه، من میگم که آقا وزیر ارشاد اومده گفته ما نشر کتابو میسپاریم دست ناشرا، مجوزشو کو حرف من اینه کدومش اتفاق افتاده که الان من دلم خوش کنم که حالا برم به این رأی بدم، این دفعه اتفاق میفته.